سرخط خبرها. تصویب یک لایحه گروه ویژه اقدام مالی در ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی رأی داد. درخواست یک نماینده مجلس ایران درباره شکنجه اسماعیل بخشی، حرف‌های نماینده کارگران نیشکر هفت تپه بررسی شود. با طالبان در تهران، با دولتی‌ها در کابل، عراقچی با اشرف غنی درباره روند صلح افغانستان گفتگو کرد. و درهای بسته بر روی یک دیوار. دونالد ترامپ میگوید لازم باشد دولت سالهای سال تعطیل میماند. سلام، به اولین بخش خبری امروز از تلویزیون فارسی بی بی سی خوش آمدید. در ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین جلسه به ریاست صادق لاریجانی اصلاحات لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب و به مجلس ابلاغ کرد. این یکی از لوایح مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان است که تصمیم گیری در مورد آن بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشته شده بود. اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از چهار پیشنهاد گروه ویژه اقدام مالی FATF برای خروج قطعی نام ایران از فهرست سیاه این سازمان است. جزئیات بیشتر در گزارش شبنم شبانی. یک دهه حضور ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و تلاش‌ها برای بیرون آمدن از این لیست. تا مهلتی که گروه ویژه اقدام مالی به ایران داده تنها چند هفته باقی است. از بین چهار لایحه‌ای که قرار بوده گردش پول در کشور را شفاف کنند، امروز سرانجام یکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مهر تصویب خورد. علت این که دلار در این کشور به 18-19 هزار تومان رسید، اجرای الزامات FATF توسط دولت بود. آن هم بعد از پاسکاری‌های متعدد بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع. آیت الله جناب آقای حاشق صادق آملی لاریجانی. امروز اولین جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست صادق لاریجانی. جلسه‌ای که در آن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد. با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد و به مجلس محترم اعاده شد. با این حال همین امروز سخنگوی شورای نگهبان گفت موضع این نهاد درباره یکی دیگر از این لوایح چهارگانه تغییر نکرده. لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یا CFD. دبیر شورای عالی امنیت ملی که از همه اشخاص ما حتما امنیتی تر و دلسوز تر است، برگشت گفت تصویب این لایحه الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم نوعی مقابله با آمریکاست. لایحه‌ای که مخالفان بسیار جدی دارد و حتی بعضی تصویب آن را اقدامی به ضرر منافع ملی خواندند. پایان مهلت ایران برای ادامه تعلیق از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نزدیک است، اما به نظر نمی‌رسد چشم‌انداز به سرانجام رسیدن لوایح چهارگانه روشن باشد. با این حال به سیاق چهار سال گذشته بعید نیست قدم‌های هرچند کوچک ایران مثبت قلمداد شده و تعلیقش از لیست سیاه تمدید شود. تعلیقی که اگر منتهی به بیرون آمدن از لیست سیاه نشود، پیامدهای جدی بر اقتصاد و روابط خارجی ایران خواهد داشت. شبنم شعبانی، بی بی سی. احمد علوی، استاد اقتصاد و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم سوئد با ما هستند. آقای علوی، اهمیت این لایحه اصلاح اقتصاد، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، تصویبش چیه؟ اهمیت اون در این است که بسیاری از بانک‌های اروپایی، امریکایی شرط رابطه فعال و همکاری با بانک‌های ایرانی و نظام بانکی ایران سوی ایران می‌دانند، چرا که به هر حال به نظر
میاد که یک ارائه در نظام بانکی بین‌المللی که مورد استفاده نابجا قرار گرفته، حالا یا به دلایل کسانی که تروریست خطاب میشن یا برای حمل و نقل قاچاق فرضاً مواد مخدر یا حتی قاچاق انسان، به هر حال نظام بانکی جهانی تصمیم داره که این سوء استفاده از نظام بانکی رو برای انتقال پولهایی که از مسیر مجرمانه تهیه شدن رو یک جوری محدود بکنه. بنابراین هر بانکی که قرار است از نظام بین‌المللی بانکی و زیرساختاش استفاده بکنه، طبیعتاً میباید این مقابله‌نامه‌ها این قوانین رو بپذیره. در غیر این صورت محروم میشه از اینکه استفاده بکنه از این زیرساخت‌ها. در این حال آقای علوی، همین امروز سخنگوی شورای نگهبان گفته که این نهاد موضعش در مورد لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی با تروریسم یا همون CFT عوض نشده. خب این بحثا رو ما قبلا در مورد این لایحه اخیر که تصویب شده هم شنیدیم، اما به نظر میرسه که فشارهای اقتصادی یا سیاسی از نظام بین الملل یا حتی نظام بانکی باعث میشه که ایرانی که الان در تحت فشار به لحاظ اقتصادی و سیاسی، کم یا بیش حتی با اصلاحات جزئی این لایحه دیگر هم بپذیره. البته بیاد بیاریم که پذیرش این لایحه اخیر در مورد که امروز تصویب شد نمیتونه در خلا انجام گرفته و احتمالاً با اشاره مقامات بالا دستی بوده. اگر این تفسیر درست باشه و اون اراده وجود داشته باشه، طبیعتاً که اون سلایه دیگه هم کم یا بیش مورد تصویب قراری که خواهد گرفت. حالا ممکنه در جزئیاتش مناقشه باشه، منتها بپذیریم که اگر این مقررات پذیرفته بشه، این گامی است برای شفافسازی نظام بانکی بین‌المللی و حتی مصرف کننده و سپرده‌گذاران ایران هم از این میتونن استفاده ببرن، نفع ببرن. متأسفانه از این قضیه که بگذریم، به نظر میاد که حتی این اصلاحات جزئی هم در نهایت مؤثر نباشه و در صورت اینکه ایران بپذیره مقررات بین‌المللی رو، در نهایت اون مقررات اعمال خواهد شد و این اصلاحاتی که به هر حال میتونه سمبل مقاومت این بعضی از نیروها در داخل ایران باشه، مؤثر نخواهد بود برای اینکه ایران بپیونده به اون شبکه بانکی بین‌المللی. متشکرم از شما احمد علوی، استاد دانشگاه پژوهشگر اقتصادی از استکهلم سوئد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان وزیر خارجه بریتانیا را عجولانه، نادرست و مداخله در امور داخلی ایران توصیف کرد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا از ادامه بازداشت نازنین زاغری رتکلیف شهروند ایرانی بریتانیایی انتقاد کرده و دسترسی نداشتن او به امکانات پزشکی را شرم‌آور خوانده بود. نازنین زاغری و نرگس محمدی، دیگر زندانی سیاسی، در نامه‌ای اعلام کردند از حدود 10 روز دیگر به مدت 3 روز اعتصاب غذا خواهند کرد. محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس ایران، گفت صحبت‌های اسماعیل بخشی مبنی بر شکنجه شدنش در زندان باید مورد بررسی قرار گیرد. آقای کاظمی گفت امکان دارد این موضوع در کمیسیون قضایی مجلس مطرح شود، اما ادعایی است که باید اثبات شود. اسماعیل بخشی، نماینده کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، در صفحه اینستاگرام خود نوشته در دوران بازداشت طوری شکنجه شد که تا 72 ساعت نمیتوانست حرکت کند. او از وزیر اطلاعات دعوت کرده در مناظره تلویزیونی شرکت کند و درباره پرونده‌اش پاسخگو باشد. مرزاد کهنروز گزارش می‌دهد. درود بر همتتون، درود بر شوراتون. اسماعیل بخشی، چهره اعتراضات کارگری خوزستان، نماینده شورای مستقل کارگری در سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، برادران عزیز، امروز 14 روز اعتصاب ماست. این تصاویر به احتمال زیاد تصاویر همان روزی است که اسماعیل بخشی دستگیر شده، 27 آبان ماه. اتهام اسماعیل بخشی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی است. او نقشی بسزا در سازماندهی اعتراضات کارگران هفت تپه علیه خصوصی سازی شرکت و طرح مطالبه مدیریت شورایی داشت. پرداخت حقوق‌های معوقه یکی دیگر از درخواست‌های اصلی کارگران بود. 11 روز پس از دستگیری اسماعیل بخشی گزارش می‌شود که او شکنجه شده. مقام‌ها تکذیب می‌کنند. 3 هفته پیش با قرار وثیقه 400 میلیونی آزاد می‌شود. تا دیروز پست اینستاگرامی اسماعیل بخشی خطاب به وزیر اطلاعات:
از نظر اخلاقی، حقوق بشری و به خصوص دین اسلام حکم شکنجه یک بازداشتی چیست؟ آیا رواست؟ اگر رواست به چه میزان؟ در روزهای اول بدون دلیل یا هیچ حرفی تا سرحد مرگ مرا شکنجه و زیر مشت و لگد گرفتند که تا 72 ساعت در سلولم از جایم نمیتوانستم تکان بخورم. آنقدر زده بودند که حتی از تاب درد خوابیدن هم برایم زجرآور بود. امروز پس از گذشت تقریبا 2 ماه از آن روز سخت در دنده های شکستم، کلیه ها، گوش چپم و بیزه هایم احساس درد می کنم. موجی از واکنش ها از جمله کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران میگوید با این ادعا فضاسازی بسیاری علیه مسئولان کشور صورت گرفته و باید حتما مورد رسیدگی قرار گیرد. اسماعیل بخشی قربانی آن چیزی است که در ایران به خصوصی سازی معروف است. این تصویری از روزنامه مردم سالاری گویای مسیر رو به سقوط شرکت کشت و صنعت نیشکر افتاپ است. شرکتی که 57 سال پیش افتتاح می شود 16 سال پیش رکورد می زند 100 هزار تن تولید شکر سفید. با آمدن دولت محمود احمدی نژاد تعرفه واردات شکر به شدت کاهش می یابد. سال 85 تعرفه واردات صفر می شود. بهشتی برای وارد کننده ها و جهنم تولید کنندگانی مانند شرکت هفت‌تپه. سال 86 کارخانه زیانده می شود. زنگ خطر آرام آرام به صدا در آمده. سال 94 شرکت واگذار می شود با قیمت کلی 218 میلیارد تومان. پارسال اعتراض ها افزایش پیدا می کند. مدیرعاملش متواری می شود و آبان ماه امسال اعتراضات به نقطه جوش می رسد. اینا یه چیزیو یکی از شعارهای ما رو جدی نگرفتن. اینو تا جایی که می دونی داد بزن که خوب شیرفهم شن. نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد. نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد. نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد. نگین تولید شکر کشور می شود کابوسی تلخ برای مالک و کارگر. مرصاد کوانوس، بی بی سی. بهرنگ زندی روزنامه‌نگار حوزه کارگری از سیاتل با ماست. در این مورد بیشتر صحبت کنیم. آقای زندی، در گزارش همکارم هم بهش اشاره شد که تصاویری که دیدیم احتمالاً مربوط هست به همون روزی که آقای بخشی دستگیر شده. بیشتر در مورد جزئیات بازداشت او و اتهاماتی که به او وارد شد چه میدونیم؟ چند روز پس از بازداشت اسماعیل بخشی گزارشاتی در رسانه‌های مختلف از جمله بی بی سی فارسی اقدام به پخش این گزارش کرد در مورد شکنجه اسماعیل بخشی منتشر شد که بلافاصله دادگستری خوزستان این خبر رو تکذیب کرد و به رسانه‌های مختلفی که این خبر رو منتشر کرده بودند تاخت و گفت که این خبر کاملا کذبه و دروغ محضه. و پس از اون هم مصاحبه‌های مختلفی انجام شد، گزارشاتی مبنی بر شکنجه، تا زمانی که خود اسماعیل بخشی در روز گذشته اظهار نظر کرد و گفت که مورد شکنجه واقع شده و از وزیر اطلاعات دعوت کرد که در مناظره شرکت کنه. این جزئیات در مورد سایر کارگران هفت‌تپه به جز اسماعیل بخشی هم صورت گرفته، یعنی شکنجه فقط به صورت جسمی و روانی نبوده، گروکشی کردن به صورت اینکه اینها رو با این تعهد آزاد کردن بسیاری از کارگران رو که در شوراهای انتخابات شوراهای اسلامی کار هم شرکت کنن، که این خود هم یکی از مصادیق بارز شکنجه در مورد کارگران هفت‌تپه است. یعنی آقای بخشی تنها کسی نیست که شکنجه شده در این میان؟ بله، اگر مصادیق شکنجه رو فقط شکنجه جسمی و روحی ندونیم و مسئله تهدیدهای روانی و ارعاب پس از آزادی از زندان بدونیم، در واقع سایر کارگران هفت‌تپه هم مورد تهدید و شکنجه واقع شده. و با این اوصاف الان اعتراض‌های کارگران هفت‌تپه به کجا رسیده؟ اعتراضات کارگران هفت‌تپه، خب به هر حال شرکت بازگشایی شد، هم بخش کش و هم بخش صنعت، و با حضور مدیریت جدید که نماینده تامل اختیار مالکان هفت‌تپه است، آقای کاظمی، این شرکت رو بازگشایی کردن. چند روز پیش صندوق‌هایی در محوطه کارخانه هفت‌تپه گذاشته شد، کاندیداهای معرفی شد برای شرکت در شوراهای اسلامی کار، که یک نهاد جدید کارگری که خب به هر حال همه می‌دونیم دولتی هست در هفت‌تپه شروع به کار بکنه. ولی خب اونطوری که از گزارش‌ها و اتفاقاتی که در هفت‌تپه و خبرهایی که داره میرسه، استقبالی از این انتخابات نشد
و نتایج این انتخابات هم هنوز مشخص نیست و مشخص نیست که عاقبت شوراهای اسلامی کار در هفت دفعه به کجا خواهد رسید. ولی اون چیزی که معلومه اینه که هنوز معوقات عقب افتاده و بحث بیمه و مطالبات هفت دفعه هنوز روی زمینه و به هیچ کدوم از اون وعده هایی که مالکان جدید هفت دفعه و ریاست جدید هفت دفعه داده نتونسته از جامعه عمل بپوشونه و همچنین مطالبه اصلی کارگران هفت دفعه جدای از مطالبات معوقه و حقوقهای معوقه‌ای که داشتن تشکیل شوراهای مستقل کارگری و اراده کارخانه توسط خودشون بود که این هم در واقع محقق نشده. متشکرم از شما بهرنگ زندی، روزنامه‌نگار حوزه کارگری از سیاتل آمریکا با ما. اگه شما هم نظری در مورد این موضوع دارید میتونید در برنامه امروز هشتگ شما شرکت کنید. به نظر شما شکنجه مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی که در سالهای پیش هم بارها خبرساز شده چه تأثیری بر افکار عمومی و تداوم جریانهای اعتراضی داشته؟ فکر میکنید چرا با وجود منع شکنجه در قانون اساسی ایران همچنان حکومت آنطور که منتقدان میگویند از این حربه استفاده میکند؟ برای اینکه نظر شما رو بشنویم از این راههایی که الان روی صفحه تلویزیون میبینید میتونید با ما تماس بگیرید. همچنین نظر و شماره خودتون رو میتونید به پیامگیر ما در تلگرام بفرستید که هست @BBC شما، هشتگ شما، ساعت 7:30 شب به وقت ایران. برنامه خبری BBC رو با سرخط خبرهای مهم روز پیگیری میکنید. در ایران مجمع تشخیص مصلحت نظام در اولین جلسه به ریاست صادق لاریجانی اصلاحات لایحه مبارزه با پولشویی را تصویب و به مجلس ابلاغ کرد. یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس ایران خواهان بررسی ادعای شکنجه اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت تنه شد. در ادامه برنامه، ساخت دستگاه تنفس سنج برای تشخیص سرطان، پژوهشگران میگویند تحولی بزرگ است. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران امروز به کابل سفر کرد و با سران دولت وحدت ملی افغانستان دیدار کرد. ارگ ریاست جمهوری اعلام کرد آقای عراقچی درباره دیدارش با نمایندگان طالبان در تهران به محمد اشرف غنی رئیس جمهوری گزارش داده. آقای عراقچی دومین مقام ایرانی است که در دو هفته اخیر به کابل می رود. علی حسینی از کابل گزارش می دهد. عباس عراقچی اینجا از نشست تهران گزارش می دهد. از دیداری که با دشمنان درجه یک دولت افغانستان داشته، گروه طالبان. ارگ گفته آقای عراقچی از تعهد ایران به اصل رهبری و مالکیت دولت افغانستان بر روند صلح اطمینان داده. طالبان و مذاکرات صلح افغانستان در دو هفته گذشته پای دو مقام ارشد ایران را به کابل کشانده و پای طالبان را به تهران. هفته پیش علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران اینجا در کابل گفت با طالبان در ارتباط هستند و آن را ادامه می دهند. به گفته او مشارکت فعال کشورهای منطقه در فرایندهای امنیتی تضمین کننده ثبات منطقه است. طالبان 5 روز بعد سفر آقای شمخانی راهی تهران شدند. از جزئیات گفتگوی آنها با مقامهای ایرانی چیزی در دست نیست. طالبان و ایران چرا علاقمند رابطه با هم هستند؟ زمانی که مسئله داعش در افغانستان پیش آمد، باز هم ایران متوجه میشه که گروه تندروتر از طالبان یعنی داعش در افغانستان ممکن است روی کار بیاید. در این جهت که با طالبان نزدیک میشه و خواست اصلی ایران از طالبان البته در کنار مسئله داعش رقابت های هم هست که با کشورهای منطقه داره مثل عربستان سعودی و امارات متحده عربی که میخوان حالا به مسئله افغانستان نزدیک شوند، نگرانی از حضور داعش و کمک های پنهان و پیدایی که به گروه میشه، اینا همه مسائلی هست که سبب میشه ایران به طالبان نزدیک شود. تلاش های کم سابقه ایران در مسئله طالبان در حالی شدت گرفته که I'm very pleased to be here. زلمه خلیل زاد نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات افغانستان هم به تلاش‌هایش شتاب بخشیده. او دست کم 3 بار با طالبان صحبت کرده و پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی را دخیل مسئله ساخته. اما دولت افغانستان طرف اصلی محروم همیشگی نشست‌های کشورها با طالبان بوده.
علی حسینی، بی بی سی، کابل. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید اگر لازم باشد تا ایجاد شرایط لازم برای ساخت دیوار در مرز مکزیک وضعیت فوق‌العاده اعلام می‌کند. آقای ترامپ همچنین گفته دولت ممکن است سال‌ها تعطیل بماند. نمایندگان دموکرات همچنان برای تصویب بودجه درخواستی ساخت دیوار با کاخ سفید اختلاف دارند. همین باعث تعطیلی بخشی از ادارات دولتی فدرال شده. دونالد ترامپ میگوید لایحه بودجه‌ای که ساخت دیوار را تامین نکند امضا نمی‌کند. کامبیز فتایی خبرنگارمون از واشنگتن با ماست. در مورد وضعیت فوق‌العاده بهمون بیشتر بگو که معنیش چیه و چقدر کمک میکنه به آقای ترامپ برای رسیدن به خواستش. کامبیز، خب وضعیت فوق‌العاده رو در واقع این رو این از جمله ابزارهای بسیار قدرتمندیه که رؤسای جمهوری آمریکا دارن، منتها در موارد بسیار بسیار منحصر به فرد و نادر و اضطراری اعلام میکنن، در صورتی که منافع آمریکا به خطر بیفته. مثلا 40 سال پیش وقتی که دارایی‌های ایران حدود 12 میلیارد دارایی‌های ایران رو در آمریکا مسدود کردن در بانک‌های آمریکایی، رئیس جمهوری وقت آمریکا کارتر بنابر حالت اضطراری فوق‌العاده، البته از نوع بین‌المللیش این کار رو کرد، منتها این حالت فوق‌العاده اعلام کردن و دست به کارهایی زدن که در حالت عادی باید یک پروسه قانونی رو باید طی کنن و انجام بدن، به هر حال جزء اختیارات رؤسای جمهوری آمریکا هست. از جمله میتونن مثلا اگر شورشی در داخل کشور شد حالت فوق‌العاده اعلام کنن و ارتش رو در داخل کشور که معمولا بسیار خیلی کم اتفاق بیفته بخوان بفرستن به در واقع فعال کنن رو این کار رو انجام بدن. ایستگاه رادیویی رو رئیس جمهوری آمریکا در حالت فوق‌العاده در موارد به اصطلاح جنگی شاید بتونه به کل در واقع مصادره بکنه، درشون رو ببنده. قدرت بسیار بسیار زیادی از اختیارات بسیار گسترده‌ای است، منتها در موارد معدود و نادر معمولا انجام میشه. در این مورد آقای ترامپ میگه که مصمم هست برای ساخت دیوار مرزی اگر لازم باشه تهدید کرده که حالت فوق‌العاده اعلام کنه و بنابراین منابع مالی خاص خودش رو از داخل نهادهای فدرال از اون طریق به اون 5.5 میلیارد برسه. البته فعلا این در مرحله تهدید هست و هنوز نشانی که بخواد داله برای اینکه بخواد این کار در عمل انجام بده دیده نمیشه. چقدر واقعا این تهدید ممکنه مؤثر واقع بشه و آقای ترامپ تا کجا میخواد پیش بره؟ خب ببینید، چند هفته پیش یا یکی دو ماه پیش که اینها نیرو اعزام کردن به مرز مکزیک حدود 5000 نفر، آقای ترامپ در توییتر اعلام کرد حالت فوق‌العاده اعلام کرده، منتها در عمل به کنگره هیچ وقت اون در واقع اون از اعلامی که باید به کنگره انجام بده و مدارکی که باید برای کنگره بفرسته رو انجام نداد، یعنی در عمل حالت فوق‌العاده انجام نداد، منتها در توییتر اعلام کرد که حالت فوق‌العاده است و میخواد نیرو بفرسته. در این مورد هم در حالت تئوری داره صحبتش رو میکنه، حالا در عمل آیا چنین کاری رو بکنه فعلا مشخص نیست. خیلی از دموکرات‌ها دارن ابراز نگرانی میکنن و از همین الان هشدار میدن که این اگر چنین کاری صورت بگیره میتونه از موارد سوء استفاده از قدرت باشه. متشکرم از تو کامبیز فتایی در واشنگتن. دانشمندان یک دستگاه تنفس سنج ساختند که میتواند شیوه تشخیص سرطان را متحول کند. از این دستگاه برای کشف نشانه‌های سرطان در مراحل اولیه استفاده می‌شود. تشخیص زود هنگام سرطان غالبا میتواند جان فرد را نجات دهد، ولی در انگلستان تقریبا نیمی از مبتلایان دیر متوجه بیماری خود می‌شوند، از جمله همسر یکی از طراحان دستگاه جدید که پس از مبارزه با سرطان درگذشت. کاترین برنز خبرنگار بی بی سی از کمبریج گزارش می‌دهد. We'll just fit this over your face like that. This looks very. به نظر ساده می آید. تست تنفس ساده ولی به شدت حساس. بیمار حدود 10 دقیقه در این دستگاه تنفس می کند. با آزمایش شیمیایی روی نمونه می تواند سلول های سرطانی را نشان دهد. میشه گفت انقلابی در تشخیص سرطانه. شاید فکر کنید فقط برای سرطان ریه است، اما این شیوه برای تشخیص زودهنگام همه انواع سرطان مؤثره و سبب میشه تعداد خیلی بیشتری از بیماران درمان بشن. ربکا کالدر یکی از 1500 نفری است که در این آزمایش شرکت کرده. وضعیت جسمی ربکا طوری است که احتمال ابتلا به سرطان در او بالاست، به همین دلیل هر 2 سال اندوسکوپی می کند.
تا حالا بیشتر از 10 بار اندوسکوپی شدم. خیلی اذیتم میکنه. آزمایش تنفس که فقط 15 دقیقه طول میکشه خیلی بهتره. استرسش هم کمتره. در بعضی آزمایش‌های سرطان مثل اندوسکوپی و بایوپسی ابزاری وارد بدن بیمار می‌شود. بعضی از آزمایش‌ها هم ساده‌تر هستند. اما محققان امیدوارند این دستگاه تست تنفس بیماران زیادی را از انجام آن آزمایش‌ها بی‌نیاز کند. هدف نهایی اینه که تست تنفس توی کلینیک ها انجام بشه. مردم یا میدونن که ممکنه به سرطان خاصی مبتلا شده باشن و باید برای آزمایش های بیشتر برن و یا همین که میدونن حالشون کاملا خوبه. مؤسسه تحقیقات سرطان بریتانیا میگوید این آزمایش ممکن است به تشخیص زود هنگام و نجات جان بیمار کمک کند. اگر سرطان مثانه در مراحل اولیه تشخیص داده شود، اکثر بیماران دست کم یک سال بیشتر زنده می مانند. اما در صورت تشخیص بیماری در مرحله چهارم، این رقم به شدت کم می شود. تشخیص زودهنگام سرطان معده یعنی بخت زنده ماندن تعداد زیادی از بیماران تا بیشتر از 5 سال. اما اگر بیماری به مرحله چهارم برسد، تنها 5% این شانس را دارند. این شیوه جدید هنوز در مراحل اولیه آزمایش است. محققان میگویند در صورت موفقیت برای تشخیص بیماری های دیگر هم کاربرد دارد. اما تا آنجا راه درازی مانده. کاترین برنز، BBC نیوز. امروز جام ملت های آسیا با مسابقه تیم های امارات متحده عربی و بحرین شروع میشه. در کمتر از یک ماه 24 تیم برای رسیدن به فینال تلاش میکنند، از جمله تیم ایران که در اولین مسابقهش دوشنبه به مسافه یمن میره. پوریا ژافره خبرنگار ورزشی ما از ابوظبی گزارش میده. امارات متحده عربی، کشوری در حاشیه جنوبی خلیج فارس که این روزها با سرمایه گذاری عظیم تبدیل به یکی از جذابترین مراکز توریستی جهان شده و حالا میزبان 17 دوره جام ملت‌های آسیا، ارزشمندترین تورنمنت فوتبالی قاره کهن که هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود. جام 2019 در 4 شهر برگزار خواهد شد، برای اولین بار با شرکت 24 تیم، با بزرگترین جوایز تاریخ مسابقه ها، $5 میلیون برای قهرمان، $3 میلیون برای تیم دوم، $1 میلیون برای رسیدن به نیمه نهایی و حداقل $200,000 برای شرکت در مرحله گروهی. با وجود بزرگتر شدن تورنمنت، مدعیان قهرمانی مظنونین همیشگی هستند: استرالیا، کره جنوبی، ژاپن و ایران. ایران که 3 دور قهرمان شده، آخرین بار 43 سال پیش و قبل از انقلاب اسلامی به فینال رسید. با وجودی که در سالیان اخیر اکثرا شماره 1 رده‌بندی فیفا در آسیا بوده، مربیش برای قهرمانی فشاری احساس نمی‌کند. We are not the favorites. We have the responsibility. ما شانس اول قهرمانی نیستیم. فقط وظیفه داریم فوتبال خوبی بازی کنیم و تلاش کنیم بازی بعدو که با یمنه ببریم. سنگینی بار قهرمانی این مسابقات روی دوش ژاپن، استرالیا و کره جنوبی. اینا کشورهایی هستن که در فوتبال آسیا واقعا پیشروان. به جز کارلوس کیروش، چندین سرمربی صاحب نام بین المللی هم این دوره روی نیمکت تیم‌های دیگر می‌نشینند و قطعا هر کدام برای رسیدن به فینال برنامه خاصی خواهند داشت. ممکنه بعضی طرفدارای فوتبال بگن با 24 تیم شدن جام ملت‌های آسیا کیفیت مسابقه ها پایین میاد، اما اون چیزی که مشخصه اینه که تیم قهرمان قبل از اینکه ماه آینده با جام قهرمانی اینجا رو ترک بکنه شاهد کلی هیجان خواهیم بود. پوریا ژافره، BBC ابوظبی. این ترتیب میرسیم به پایین این بخش خبر. تا دقایقی دیگه با خلاصه‌ای از خبرها با شما خواهم بود.